سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع آدرس با هم صحبت کنیم. تابع آدرس تابعی هستش که ما سطر و ستون رو بهش میدیم و در واقع آدرس سلول رو برمیگرد، رفرنس به اون سلول رو برمیگرد. خب تابع آدرس توی قسمت فرمول ها و توی بخش در واقع لوکاپ اند رفرنس هستش و زمانی به درد ما میخوره که ما میخواییم یک سلول رفرنس رو بسازیم به صورت تکست، یعنی بر اساس فرمولهایی که دیگه‌ای که داریم به جای اینکه بریم دستی بگیم که آقا این سلول مثلا اینجا حالا عددشو برگردون یا یه کاری باش انجام بده تو این بخش، فرض کنیم بر اساس یه سری از معادلات و یه سری از روابط من این سلول رو پیدا کردم، سطر و ستونش رو جداگونه، حالا میخوام رفرنس بدم بهش، میخوام یه کاری باش انجام بدم و از تابع آدرس استفاده میکنم. اینجا دیگه دستی من نیومدم شماره سطر و ستون رو پیدا کرده باشم. خب در واقع تابع آدرس رو اگر بنویسیم، حالا من با روابطش اینجا مثلا یه نمونه رو واسهتون آوردم و مثالش رو آوردم بهتون نشون بدم، ولی به صورت خام اگر بخوایم توضیح بدیم، اگر تابع آدرس رو باز کنیم، تو اولی میگه شماره سطر رو بگو. بر فرض بیایم D2H رو برگردونیم، بعد بگیم شماره سطرش 2 هستش، شماره سطر 2 رو میخوام و شماره ستونش که شماره ستون 1 و 2 دومی هست رو، یعنی B2 که میشه شماره سطر 2 و ستون 2 رو به من برگردیم. اگر ببینیم همین الان واسه من B2 رو ساخته و در واقع بقیه ورودی های این تابع به صورت اختیاری یا آپشنال هستن. حالا بیاییم با هم نگاه کنیم بقیهش رو هم. توی سومین ورودی میگه من به صورت مطلق برگردونم، نیمه مطلق برگردونم یا به صورت مثلا نسبی برگردونم. خب با مطلقا و نسبی ها آشنا هستیم. مطلقا و نسبی ها با دلار نشون داده میشه. اگر من اینجا دلار داشته باشم پشت هر کدوم از اینا میگم مطلقه و اگر دلار نداشته باشم میگم نسبیه، که توی فرمول نویسی اینا به درد میخوره و جداگونه باید توضیح داده بشه و یعنی زمان ویدیو خیلی بیشتر میشه. خب اگر اینجا اومده واسهتون توضیح داده، اگر عددی هیچ نذاریم مطلقه، اگر یک بذاریم کلش مطلقه، اگر 2 بذاریم فقط سطر مطلقه و اگر 3 بذاریم فقط ستون مطلقه و اگر 4 بذاریم کلش نسبی هستش، که بسته به نوع نیازتون واسه مطلق و نسبی این رو میتونین تعیین بکنین. و بعدی یک مقدار منطقی true or false یا 0 و 1 که میاد به ما میگه نوع رفرنس چطور باشه، به صورت مثلا B2 بهت نشون بدم همینطور که اینجا هستش که به صورت پیشفرضم B2 هستش که اگه یک یا ترو بذاریم B2 رو نشون میده، یا به صورت سطر و ستونی شماره سطر و ستونی نشون بدم که اگر صفر بذارم یا فالز بذارم میبینیم که R2C2 نشون داده، گفته سطر 2 راو 2 and column 2 C2 ستون 2. پس اینم به صورت سطر و ستون. آخرین آرگومنت من که در واقع اختیاری هستش اسم برگه هستش. من اگر بخوام یک سلول رو توی این برگه نشون بدم نیازی نیست که چیزی بنویسم، اینو برگردیم به حالت الفبایی. خب اگر بخوام اینجا رفرنس بدم به همین برگه نیازی نیست چیزی بنویسم، اما اگر لازم باشه به یک برگه دیگه، مثلا اینجا یه برگه دیگه به نام شیت 1 ساخته باشم یا شیت 2 ساخته باشم، باید اینجا این رو توی دابل کوتیشن قرار بدم و به صورت تکست وارد کنم که اینجا میاد میگه توی شیت 2 B2 رو به من برگردون. خب که الان من شیت 2 ندارم به خاطر همین چیزی نمینویسم، ولی اگر خواستین یه برگه دیگه باشه میتونین اینجا بنویسین. بعد از اینکه اوکی کنین میبینین که B2 رو واسهتون ساخته و این B2 در حال حاضر تکس هستش. و به چه دردمون میخوره تکس باشه؟ یه جا من بخوام اصلا نشون بدم آقا یه چنین مقداری توی سلول B2ه، این واسه نشون دادن، یا اینکه من بخوام ولیوشو حالا برگردونم، فرض کردم اینجا ساختم دیگه این رو، بیایم ولیو رو با این دایرکت میتونم برگردونم که حالا بیایم اینجا دیدیم این قضیه رو. ناکنیم من مثلا میخوام بر اساس اسم یه شخصی توی اینجا اسم اون شخص رو بگردم و اطلاعات مربوط به اون رو فراخوانی کنم، برگردونم. خب یه راهش از تابع لوکاپ بود، وی لوکاپ بود، مچ ایندکس بود، این دایرکت بودش و این دایرکت که استفاده میکردیم میگفتیم باید آدرس سلول رو بسازیم.
که آدرس سلول رو به صورت تکست بعد میساختیم، مگر یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی. حالا یه روشش این هستش که من اصلا به جای اینکه آدرس رو بسازم از تابع آدرس استفاده کنم. از تابع آدرس که استفاده میکنم میگم آقا این خود تابع آدرس شماره سطر رو بیا مچ کن بر اساس اینجا، ناکنی اینجا من از تابع مچ استفاده کردم و اومدم مچ کردم مقدار یاسی رو توی ستون اول و شماره سطرش که 4 میشه رو برگردوندم و اینجا اومدم در واقع همین شماره سطر رو خوندم 4 رو، خب یعنی مقدار 4 رو فراخوانی کردم و واسه ستون هم به همین شیوه. ستون رو حالا من اینجا عدد گذاری کردم، میتونستم از تابع مچ هم استفاده کنم، دوباره بگم این مقدار رو بیا توی این ناحیه پیدا کن و مقدار عددی در واقع ستون رو به صورت اگزکت هم مثلا برگردم نشون بده که میشه 2. حالا اگر من بخوام این رو بکشم واسه بقیه قرار بدم، نا کنه الان چون نسبی هستش من رنجم و این سلولم تغییر کرده، اگر اینجا مطلق به درد من میخوره، اگر مطلق کنم اینها رو یعنی رنج من اینجا ثابت باشه، این رو بکشم شماره ستونها رو به صورت درست و صحیح پیدا میکنم و میبینم که رنج من تغییر نکرده این قسمت به خاطر مطلق بودنه. پس اومدم گفتم شماره سطر رو بده بش، شماره ستونم از اینجا پیدا کردم گذاشتم، دیگه لازم نیست بیام بگم آقا اینجا مثلا 4 و 2 رو دستی وارد کنم، فقط کافیه که این رو دیگه بکشم واسه بقیه هم اعمال میشه چون مطلق کردن اینجا و به صورت خودکار دیگه شناسایی میکنم. خب اینم از تابع آدرس و نحوه استفاده اون. ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.